نزدیک بود این رسوایی قوی ترین مرد جهان را به زیر کشاند. من با اون زن هیچ رابطه جنسی نداشتم. با خانم لوینسکی. 22 سال بیشتر سن نداشت که با بیل کلینتون رابطه پنهانی برقرار کرد. اما از آن پس مانیکا لوینسکی سکوتش را نشکسته بود. به درخواست رسانه‌ها برای مصاحبه جواب رد داد که به گفته خودش اگر نمی‌داد تا حالا میلیونر شده بود. اینک برای اولین بار مانیکا لوینسکی می‌گوید وقت آن رسیده که از پرداختن به گذشته‌اش دیگر طفره نرود. او در مصاحبه با مجله ونیتی فر می‌گوید من مصمم هستم که قصه‌ام پایانی دیگر داشته باشد. من بالاخره تصمیم گرفتم سرم رو بالا کنم و روایت زندگی گذشته‌ام رو خودم بازگو کنم. هنوز نمیدونم چه بهایی برای این کارم پرداخت خواهم کرد. مانیکا لوینسکی زمانی به صحنه باز می‌گردد که گمانه‌زنی‌ها درباره قصد هیلاری کلینتون برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 گویی تمامی ندارد. از هیلاری کلینتون نقل شده که مانیکا لوینسکی را زنی خود بزرگ‌بین و دیوانه لقب داده بود. پاسخ مانیکا لوینسکی: شجاع یا بیمخ شاید، اما خود بزرگ‌بین و دیوانه؟ اینکه هیلاری کلینتون احساس میکنه باید طرف شخصیت‌های زن این داستان چه من چه خودش رو سرزنش کنه نگران کننده است. مانیکا لوینسکی میگوید او قربانی شد تا بیل کلینتون سمتش رو از دست ندهد. یک قربانی با تمایلات انتحاری که به خاطر زخم‌های این رسوایی نتوانسته تا امروز که 40 سالش شده برای خود یک شریک زندگی بیابد، نه شغلی مناسب پیدا کند. به تعبیر خودش او اولین کسی بود که تحقیرش به واسطه اینترنت جهانی شد. این روزها مانیکا لوینسکی بنا دارد خودش را وقف پروژه‌ای برای کمک به قربانیان اذیت و آزارهای اینترنتی کند. دختر جوانی که میگوید با رضایت خودش مورد سوء استفاده قرار گرفت، حالا میخواهد به حساب خودش با سیستم تسویه حساب کند. سیاوش اردلان، بی بی سی.